بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز سلام، وقت همگی بخیر. انشالله که صحت سلامت باشین و بیننده برنامه دنیای ورزش هستین. دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشین. همان گونه که در جریان هستین و در صفحات اجتماعی هم دنبال کردین، رقابت های لیگ بزکشی که دور پنجمش باید برگزار میشد بنابر دلایل به تعویق افتاد و قرار بود این رویداد روز پنجشنبه که گذشت قرعه کشی شود، روز چهارشنبه قرعه کشی شد و دو روز بعدش که روز جمعه میشد 24 قوس باید این رویداد آغاز میشد. اما فدراسیون ملی بزکشی در زمان یا موعد مقررش نتونست که رویداد رو برگزار بکنه. دلایل مختلف هم بود که باید بشنویم. غلام سرور جلال رئیس فدراسیون ملی بزکشی، نیزه‌زنی و بازی‌های ملی افغانستان از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند که می‌خوایم جزئیات بیشتر در این پیوند از ریاست فدراسیون ملی بزکشی افغانستان سراغ بگیریم. آقای جلال سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. تشکر سر جان. سلام به شما، سلام به بیننده‌های تلویزیون محترم ایرانا. بسیار تشکر جلال صاحب. همان گونه که روز چهارشنبه خبر پخش شد و قرار بود شما در امروز قرعه کشی رو برگزار بکنین، اما متاسفانه نشد و رقابت ها به تعویق افتاد. میشه کمی جزئیات بیشتر در این پیوند بتین؟ تشکر. ما هم آمادگی میدان داشتیم، کلی آمادگی رو برش گرفتیم. به واقعیت باید ما این تاریخ 19 قرعه کشی 20 باید رسما لیگ افتتاحی شد. شما میفهمید که 8 ولایت دو طرف سالنگ ما از پای بزکشی، ما او طرف سالنگ در شمال افغانستان است. به خاطر مشکلاتی که سالنگ افتتاح نشده بود، به مخاطر یک چند روز به تعویق افتاد. مشخص نیست که برای چند روز به تعویق افتاد آقای جلال؟ این را گفته نمیتانیم که شاید 28-29 که همین سالنگ افتتاح شد، سالنگ افتتاح نشد، امکان نداره که ما با بزرگا با وزیر صاحب پیدامم در تماس هستیم. همین سالنگ بخیر افتتاح شد که اوج می اسپا تقریبا 3-400 اسپا از اونجا انتقال میشه. موترهای کلان و اینا زیاد است. به او خاطر نمیتانیم که یا پیاده او اسپا عبور کنه، باید با همه چیز با تجهیزاتش عبور کنه اسپا. به مو خاطر منتظر افتتاح سالنگ هستیم. تمام آمادگی ما برش گرفته شده، شاید کهی که سالنگ افتتاح شود در یک دو روز اسپا انتقال میشه و لیگ رسما افتتاح میکنیم. آقای جلال، اسب ها او طرف سالنگ هستند یا نوز از ولایت خود حرکت نکردند، منتظر هستند که سالنگ افتتاح شد بعد از ولایت خود حرکت کنند؟ نه، اسب ها کلی اسب ها در ولایت خود است، فقط همی آمده باش است و منتظر هدایت ما هستند که که سالنگ افتتاح شد و ما بگویم حرکت کنند. تابال در ولایت های خود است صاحب. درست. چند تیم به کابل رسیده بود جلال صاحب و کدام تیم ها؟ تیم ها در کابل که رسیده خود قندار، تیم قندار همیجا می باشه، پنشیر هم این طرف سالنگ است و بامیان و میدانشار این همیجا است. خود این هم تابالی در میدان حضور پیدا نکردن، ما گفتیم که بیان این هم ترمیمنات خود و بزکشی خود دارن در مهار منطقه که هستن، در کابل و در ولایتی که هستن. فقط زیاد فوکس ما سری عزیز که ولایت شمالی از پاش انتقال شوه، باز اینا نزدیک است، اینا را که گفتیم اینا انتقال پیدا میکنه در میدان یکتود و بزکشی رسما شروع میشه. درست. در کل چند تیم قرار بود امسال برگزار مسابقات را برگزار کنن؟ 16 تیم و قرار خبرها ما شنیدیم که گفته بودین 17 تیم رقابت ها را برگزار میکنن. بله 17 تیم داریم. خیلی بعضی ولایت های مثل نورستان و بعضی ولایت های دوردست است. اگر کدام تاش رسیدگی نتانه و آمده نتانه دیگه انشاءالله کلگیش حضور پیدا میکنه. انشاءالله شما شاهدش باشین که انشاءالله 16 تیم بزکشی است و 6 تیم از نیزه بازی داریم. مسابقات نیزه بازی هم در جریان همین رویداد فصل پنجم برگزار میشه یا رویداد جدا براش میگیرین؟ بله، نه، در فصل پنجم یک وقت به اونا وقت دادیم که نیزه بازی است. مثلا 4 بازی که روزی داریم، 3 بازی از بزکشی است، 1 بازی ما از نیزه بازی. جلال صاحب، امسال فصل پنجم، خب هر سالی که یک رویداد برگزار میشه، هر سالی که میگذره طبعا تغییرات میایه و تفاوت های رقم میزنه، تفاوت ها را ایجاد میکنه نسبت به دورهای قبلی خود. حالا فدراسیون ملی بزکشی افغانستان هم تجربه خوبتر پیدا کرده، 4 فصل موفقانه سپری کرده. میخواین در فصل پنجم نسبت به فصل های قبلی چه تغییرات را بیارین؟ چه تفاوت های مردم در لیگ خود دیدن؟ تغییرات های زیاد است. در میدان تغییرات آمده. مثلا به مو بیننده عزیز خود و
عمو لوجای وای پی و غیره د مردم کی لوجا را تیار کریم میدان بسار با استاندارد خوب تیار کریم و خوشبختانه کی تانیستیم از کشور قزاقستان داوری بین المللی را دعوت کریم کی وام اگرچه ما خو پیشتر عرض کریم کی باید پیشتر افتتامش وام حضور پیدا کرده آمده اما آمده گیا انشاءالله برش گرفته و بسار با سالای متفاوت است یعنی خوبتر امسال برگزار میشه. درست. داور قزاقی را که شما یادآور شدین در فصل قبلی هم بود یا نه این بار داور دیگری را آوردین؟ نه بله با دمی دو سال خونه بود تقریبا در دور دوم آمده بود بله. کوهان صاحب نامدار از کشور قزاقستان است که ما عضویتی بسم مملکت آسیایی را داریم کوکپر داور بین المللی سونا حضور پیدا کرده آمده. درست است. مسابقات هم در ولایات برگزار شده برای که تیم ها آمادگی خود را بگیرن و کمی قوی تر شان برای مسابقات. سطح رقابت ها به نظرتان در ولایات ما چقدر بالا رفته و رقابت ها چرا که ما به سمت حرفه‌ای شدن میریم نسبت به دوران آماتور که تیم های ما مسابقه میداد بازی میکرد حالا باید متفاوت مسابقه بتن. سطح رقابت ها در ولایات ما چی مرکز است چی شمال چی جنوب چی غرب چقدر بالا رفته؟ بسیار بالا رفته. سرجان که بالا رفته که نمیالی فکر کنه که دو ماه میشه ولایت های شمال یا مرکز کابل یا هر ولایت هایی که بسکشی داره اونا دو ماه میشه که ورزش را تنظیمات داره و آمدگی به خاطر لیگ گرفته و همی چهار لیگ تجربه کردن همی بازی زیادشان که مثلا ما با بازی کوکبر یا جیگ بجیگ بازی میکنیم آمدگی های خاصی کلگشان برش گرفته. یک موضوع که در ذهن خیلی از بینندای ما بود دوران قبلی هم یکمه ذهن بیننده را درگیر ساخته بود و خیلی از هموطنان که لیگ ملی بزکشی را میدیدن. خب باید بگم که آغاز این لیگ فوق العاده بود. فصل اول و دوم را من افتخار داشتم که کمنتاتور از مسابقات بودم. جالب بگم که همه بیننده ها بسیار زیاد فوق العاده دنبال میکردن این رقابت ها را میدیدن. اما یک چیزی که در ذهن بیننده های ما هست وقتی نام ولایت روی یک تیم گذاشته شده گویا که باید چاپ اندازه از خود ولایت باشه یا نه در مسابقات که میبینیم نه در ترکیب تیم قندهار چند بازیکن از یا چاپانداز از دیگر تیم ولایات هست چه در پنجشیر چه در همه ولایات. شما قانونتون در این بخش چگونه هست که از خود ولایت باشه یا نه فرق نمیکنه بازار خرید فروش چاپاندازان رو واگذاشتین که تیم‌ها خریداری بکنن؟ تشکر. سیستم بین المللی است در ورزشکار که باید ورزشکار هر کس خریده میتونه ورزشکار آزاد است و حتی ما ایرم برشان در قوانون گنجاندیم در طرز العمل خود برش گفتیم که یک تیم میتانه دو دانه خارجی رم دعوت کنه بیاره در ملی. درست. قیمت خرید فروش رو مشخص کردین یا نه؟ نه او جور آمد است که هر کس بچند جور آمد کد و راضی که چپ اندازه بمون رقچ قرار داد میکنه. درست. جلال سیب یک موضوع دیگه هم که از خود اسب هاست. خب خیلی از چپ اندازه هاست که از خود اسب ندارن و باید روی اسب یک با یا یک چهره سرشناس که اسب دارن اسبداران روی اسب اونا باید مسابقه بتن. در رقابت ها ولایات که تیم دارن یا کسانی که تیم مو ولایت مسئولیت شا دارن خودشان اسبدار هستن یا روند اسبگیری و اجازه نامه اسب ها چگونه است؟ اسب ها خوار ولایت ما مو چی را برش تعیین کنیم که مثلا یک ولایت میتونه از 15 تا 18 دان اسب بیاره و اسب با ثبت میشه که که در ویژه تیر شدن بعد دوباره حق نداره که به دیگه ولایت اسپا بتا و اسپا کلی ولایت هم اسپای بایا ساعت همی بایا با می چاپ اندازم یک امتیاز یک مقدار پولی میتا که به ولایت میه. درست. موضوع دیگری که ای بار هزینه های خود مسابقات را چگونه فراهم کردن خود اداره تربیت بدنی مثل سالهای قبل پرداخت کردن یا نه متفاوت بود؟ و امو امکاناتی که دارن تربیت بدنی با ما کمک کرده و خود فدراسیون آمادگی گرفته. شما خو میدانید که دمو میدان بزکشی ما یک پنجار پا بسار یک ناچی چیز تکس هم میگیریم بعضی چیزایش از خود فدراسیون برابر میشه و یک تعدادی چی با تربیت بدنی با ما همکار است و کمک کرده. درست. آقای جلال اجازه بتون بعد از وقفه برمیگردیم چند سوال دیگری هست که با شما مطرح میکنیم و از شما خواهش شنیدیم. باید بگم که رقابت های ملی بزکشی یک رقابت ملی است که بیننده پرشمار در سطح افغانستان و هواداران پرشماری دارد چرا که سالیان سالی است که این ورزش در مناطق مختلف افغانستان دنبال میشه و پیگیری میشه و فوق العاده رقابت سخت اما شگفت انگیز و جذاب است. پس از وقفه برمیگردیم ادامه برنامه را همچنان با ما همراهی بکنیم.
دوباره خوش آمدید ادامه برنامه. جلال صاحب، در مورد داوران هم به کم کوتاه بشنویم. شما از داور بین‌المللی آقای کوهان یاد کردین که از قزاقستان میاد و شاهد داوریش هم بودیم که یک داور بسیار قاطع و یک داور فهمیده و دانشمند است که توانسته در رقابت‌های ملی بوسکشی افغانستان حتی در دو فصل که آمد تغییرات بیاره. فعلا فکر میکنین که در بخش داوران فدراسیون ملی بوسکشی افغانستان چقدر توانمند شده و ما در سطح داوری اگر یک مسابقه بسیار مهم و بسیار سرنوشت ساز در اختیارشان گذاشته شد و به خوبی داوری کنن؟ تشکر. ما خود بخش داورا هیچ مشکل نداریم. ابراهیم ترکمان هم داوری حتی به ملی است که قیما داوری میکنه. بعد این داورا ما که کمیته 6 نفری داریم که حتی علی اگر تیم تکنیکی را از تربیت بدنیم گرفتیم، با ما همکار هستن که با مشوره حمیدالله وسیق رئیس عمومی تربیت بدنی آمانگی کردیم یک کمیته تکنیکی برای جور کردیم. و چیزی که قوانین است و قوانین کوکبر ما تشریح کردیم، با کلی ولایت ها سمینار گرفتیم، برش دادیم. انشالله در راسته داوری ما انشالله کدام مشکلی نداریم. درست. در بخش مربیان چی؟ چقدر تغییرات آمده و چقدر پیشرفت کرده فدراسیون ملی بوسکشی؟ خب مربیان خونمو هستن، همو از کلی ولایت ها، همو چاپاندازا و بوسکشا و اینا هستن. وقت همی مثل قبلا هم برید گرفتم که همی بازی را او همی 5 سال میشه که ما برگزار میکنیم که عضویت المپیک آسیایی را داریم. علی کلگی به این بازی آشنا هستن، انشاءالله هیچ مشکلی نیست. سنین چاپاندازان مشخص شده برای حضور در لیگ یا نه؟ فرق نمیکنه چه سنینی هستن؟ از چاپاندازا سنهایشان؟ نه، او چیست سنه چاپانداز نه، او از 18 به بالا سن دی، از 18 باید به بالا باشه تا 50 و تا 50 چند ساله را هر کس باشه تیم اشتراک کرده میتونه بازی کرده میتونه. درست. ما تصویر آقای جلال دوباره وصل شد. آقای جلال، ما در فصل‌های قبلی هم چرای جوانان رو داشتیم، پس این بار قرار است که ولایات ما چقدر جوانسازی شود؟ چرا که ما چاپاندازان بسیار قوی و پنجه قوی رو داریم که در رویداد وقتی اونا وارد مسابقه میشن خیلی از جوانان ما دچار مشکل میشن و به سختی ازشان بوزه گرفته میتونن. حالا فکر میکنین که رویداد ما چقدر کمک بکنه به تیم ملی ما تا در مسابقات به این حضور پیدا میکنه، تیم جوان باشه، تیم قوی باشه و بتونه نتیجه بگیره؟ تشکر. ما شما شاید چیم بودین که در مزار شریف ما که تورنمنت داشتیم یک تیم نوجوانا را جور کردیم و حتی در تشکیل فدراسیون خود مسئول جوانان داریم. در هر ولایت رفته و کار میکنه که نوجوانا را تشویق کنه و نو پهلوانا آماده شو به بوسکشی به تیما و دمی لیگ. و 3 نو ما داریم، مثلا جوانا است و نیمه جوانا است و کلانسندا، ما 3 نو بازی کن داریم. درست. یک چیزی که جالب بود موضوع میدان هاست که باید پرسیده شو. آقای جلال، در قسمت میدان ها چقدر کار کردین که تیم های ما صاحب میدان شود و بتانند در رویدادهای مختلف حضور پیدا بکنند؟ مثلا حالا ما در بدخشان، ما نمیدانیم که بینندگان ما شاید کمتر بدانه که حالا ما میدان استاندارد داریم نداریم در ولایت مثل ولایت مزار شریف که چندی پیش مسابقات برگزار شده بود. خب ما در مزار شریف میدان داریم، در شبرغان داریم، در قندوز داریم، در بدخشان داریم، در فاریاب داریم، در کلی جای ما انشاءالله میدان داریم. از اینکه با استاندارد نیست، ده یک بودجه ضرورت داره و این بودجه را ما قطع کلانه در تربیت بدنی و کمیته المپیک و در خیکلگی شیری کردیم. حتی سفری که به قزاقستان داشتیم با مسئولین کوکپر یا اونا هم شیری کردیم که برای ما با ما میدان ها باید جور کنه. ده این تلاش هستیم که ما باید هم میدان جور کنیم، هم در کل زونا کلینیک جور کنیم، فارما را جور کنیم که ما نه باید از خارج از بخریم، باید همیجا از تولید شوه، با مردم عرضه شوه که با یک نرخ ارزان شوه. سری راستا ما انشاءالله کار کردیم و کار میکنیم انشاءالله. سرور سب، جلال سب ببخشید، جلال سب، در یک موضوعی که باید پرسیده شوه ایست که ما اکثرا 4 فصل قبلی را در کابل برگزار کردیم، فصل پنجم قرار برگزار شد. شما یک رویداد را گرفتین در ولایت بلخ برگزار کردیم، قصد دارین که این مسابقات همیشه در کابل برگزار شود یا نه تصمیم دارین که ببرین به ولایات که بیشتر مورد توجه از بزکشی تا مردم از نزدیک مسابقات را ببینن و کسانی هستن که از جای دوردست تشریف میارن
و اون مردمی که علاقه مند هستن فقط میتونن از طریق تلویزیون ببینن. آیا قصد دارین که در ولایات هم ببرین مسابقات را؟ تشکر. بله، ما سال گذشته ما هم در بلخ تورنمنت داشتیم، هم در شیوه بدخشان، و این سال ما همی تو بی نوبت مثلا در شبرغان، در قندوز، در ولایت هم کمیته تکنیکی ما که فیصله کرد که اوجا میدان برابر باشه و زمینه مساعد باشه، ما انشاءالله تورنمنت ها را به شمال هم داریم و لیگ اتمیز باید در مرکز باشه. دیگه تورنمنت ها را ما در مزار در ولایت های شمال انشاءالله اوجا داریم و در پلان هم داریم انشاءالله میکنیم تورنمنت ها را. درست. محرومیت های تیم ها چگونه شده؟ قبلا ما چند تیم محروم داشتیم؟ فکر میکنم بدخشان. یک سال برش گفته بودیم دیگه انشاءالله بدخشان هم رئیس شامی حاجی صاحب زبید پهلوان است، آدم خوب است، قبلینایش هم خوب آدم خوب، یک سیستم است که باید مجازات و مکافات باشه، اگر نه سیستم و اداره باز برابر نمیشه. انشاءالله فعلا کل اگه ولایت ها در لیست است و کلش آماده است که بیان اشتراک بکنه. درست. پس امسال ما هیچ محرومی نخواد داشتیم در رویداد؟ نه، فعلا این سال این رقم نداره. درست. پس تیم ها قبلا که بود یک چیزی که خب امر عادی است، چرا که در مسابقات وقتی سطح مسابقه بالا میره، وقتی تیم ها پر هوادار زیاد داشته باشه، یکم احساسات مردم هم جدی تر میشه، برخورد ها حتی با داوران درست نمیشه، در خیلی موارد برخورد جدی میشه. فکر میکنین که امسال بتونه چقدر خوب کنترل کنین مسابقات را تا لیگ ملی بزکشی با مو اوج هیجان خود که است دنبال شوه و تیمای قوی که با هم روبرو میشن دوباره دوچار مشکل در این رویدادها نشه که بداور آسیب نرسه، کنترل کامل بازی در اختیار فدراسیون باشه؟ 100% ما هیچ کسی را وقت نمیتیم و یگانه شما دم طول دو سال دیده باشین که یگانه چیز است که او را قانون میگه و ما از قانون دفاع میکنیم. چیزی که قانون است نه داوری ما از او سرکشی میکنه و سیمینار برش داده شو، نه ما با چاپانداز و نه با رئیس ولایتی را وقت میتیم. فقط چیزی که قانون است در سیمینار که برش تشریح میشه انشاءالله 100% و عملی میشه. پس امسال باز هم قصد دارین که یک سیمینار برگزار شد برای مربی ها، داورا و همچنین برای تیما؟ بله، فقط تیما که اینجا حضور پیدا کنه، از او پیش همی داورا و کمک داورایی که ما در ولایت داریم اونا رو میخواییم، سیمینار کلی کمیته تکنیکی همه چیزا برشن که با کلانی سنگچارکی صاحب آمده است انشاءالله باز یک روز دو روز او سیمینار میتیم، بعد از او خوراکشی میکنیم، بعد لیگ افتتاح میکنیم. درست. از سنچارکی سم یاد کردین، یک موضوع رو در مورد آقای سنچارکی بپرسم که آقای سنچارکی رو که به ولایت فرستاده بودین، گزارششون از مسابقات و ولایت بر شما چی بود؟ بهترین بود. سنچارکی صاحب در کل ولایت ها سفر کرد و کلگی را آگاهی داد، کلگی را برشان گفت که حتی همی ولایت ها باید با میتیما بازی کنه، تیمکی مثلا با سیستم کوکپر. انشاءالله بسیار راضی آمد، کل ولایت ها برشان موافق بودن و با کل ولایت ها همی چاپ اندازه و رئیس ها مجلس های داشت، بسیار سفری خوب و دستاورده خوب داشت. پس فصل پنجم رقابت ها میتونه فصل خوبی باشه، اما در کل در پایان مسابقات قصد دارین تیم ملی بزکشی افغانستان انتخاب بکنیم برای مسابقات بیرونی یا نه بعد از این موضوع دیگر در پیش هست؟ بله، ما هر سال یک نوآوری میاریم، در هر سال میبینیم که مثلا جوانه هست اونا بهترین چپانداز در این سال خود نشان میده یا مثلا اینا را رشد میتیم و هر سال ما هم در ملیک اواز تورلیمنت ها همی چهرهای خود چپاندازه و قهرمانهای خود انتخاب میکنیم، بعد به مرزی میبریم. درست است. آخرین پرسش میخوایم تو بپرسم که آقای جلال، ما برای پس از مسابقات و بزکشی چی برنامه در پیش داریم؟ خب ما بعد از بزکشی دیگه آمدگی سری چی میگیریم؟ همی نیزه بازی ما در ولایت خود تمرینات میکنه و چپاندازای ما در ولایت خود باز بخیر دو تورنمنت در پیش روی داریم، سری از او کار میکنیم. دیگه کمیته تکنیکی ما سری همی قوانین و چیزایی که داریم اینا را در ولایت انتقال میده و کل اگه مصروفی همیستیم که باید بعد از تورنمنت آمدگی بگیریم و چهرهای خوب لیست میگیریم که اونا باید تیار آمده باشه که شاید ما یک سفری در قزاقستان هم داشته باشیم، در اونا یک آمدگی خوب داشته باشیم. آقای جلال بسیار تشکر از اینکه در برنامه وصل شدین، انشاءالله بر شما و تیمتون موفقیت میخوایم، مسابقات خوبی در پیش داشته باشیم و فصل پنجم هم با موفقیت سپری شود.
تشکر شما. بسیار تشکر. بخیر باشید. خیلی تشکر از همراهی شما هم بیننده های عزیز. صحبت های ما با آقای غلام سرور جلال رئیس فدراسیون ملی بزکشی، نیزه‌زنی و بازی های محلی افغانستان را شنیدین. باید یادآور شوم که فصل پنجم رقابت های لیگ ملی بزکشی افغانستان قرار است که تا چندی بعد برگزار شود. چند روز پیش ما در صفحه آریانا نیوز خبر را نشر کردیم که گویا مسابقات برای 20 روز به تعویق افتاده. در تماسی که با ما مسئولین خود فدراسیون داشتن و آقای جلال گفتن که مسابقات به زودی برگزار خواهد شد، فقط ما منتظر باز شدن تونل سالنگ هستیم تا عبور و مرور آزاد شود و این مسابقات را برگزار بکنیم. یک موضوعی که آقای جلال اشاره کردن بازی‌های نیزه‌زنی است که در فصل قبلی هم شاهدش بودیم که در جریان مسابقات که توقف داشت، مسابقات نیزه‌زنی برگزار میشد که بیش از 6 ولایت در این مسابقات حضور پیدا میکردن. رقابت های جذابی است که بیشتر در ولایات جنوب ما طرفدار داره و در اکثر برنامه های محلی و ملی که در ولایات ولسوالی ها یا در ایام خاص برگزار میشه، مسابقات نیزه‌زنی برگزار میشه، مثل نیزه‌زنی که در غزنی شاهدش هستین، در قندهار شاهدش هستین، در ولایت لوگر، پکتیا و پکتیکا. لیگ ملی بزکشی افغانستان باید بگم که چون ریشه در فرهنگ ولایات ما داره و بیشتر در افغانستان پرطرفدار بوده، حالا میتونه به یک لیگ بزرگ بدل شه که منتظرش باید باشیم. و خیلی تشکر از همراهی شما هم که برنامه امروز دنیای ورزش را دنبال کردین. نظریات و پیشنهاداتتون با ما شریک بکنین. فراموش نکنین صفحه یوتیوب آریانا تلویزیون که برنامه های ما در اختیارتون قرار میگیرم، چون صفحه یوتیوب آریانا اسپورت. و در صورتی که نظر و پیشنهاد دارین، ضمن کامنت کردن زیر همین ویدیو میتونین که با ما در صفحه فیسبوک آریانا اسپورت هم نظراتتون در مورد برنامه ورزش با ما شریک بکنین. وقت همگی بخیر.